هشتم، این سوال معمول که از طرف غیر مسلمانان پرسیده می شود، اینکه چرا اسلام غذای غیر گیاهی یعنی خوردن گوشت حیوانات را مجاز دانسته است؟ همانطوری که می دانید، کشتن حیوانات یک عمل بی‌رحمان است. چرا اسلام به مسلمانان اجازه گوشت خوردن داده است؟ در ابتدا اشاره می کنم که یک مسلمان می تواند مسلمان خوبی باشد، حتی اگر او گوشت خور نباشد، چون هیچ آیه‌ای در قرآن و حدیث وجود ندارد که بگوید خوردن گوشت وظیفه مسلمان است. اما از آنجا که خداوند متعال در قرآن اجازه خوردن گوشت بعضی از حیوانات را داده است، چون مردم دوست دارند گوشت بخورند، پس چرا ما آن را نخوریم؟ قرآن در آیه 1 سوره مائده می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، وفا کنید به عهدهایتان. من 4 پایان را در اختیار شما قرار دادم، جز آنچه بر شما خوانده می شود. الله متعال می فرماید: گوشت 4 پایان را بخورید، مگر اینکه به غیر از نام الله متعال ذبح شده باشند. قرآن در آیه 5 سوره نحل می فرماید: و 4 پایانی که برای شما آفرید، حاوی گرما و فواید است، و از آن بخورید. قرآن در آیه 21 سوره مؤمنون می فرماید: همانا در 4 پایان برای شما عبرت است، از آنچه در شکم آنها به شما می نشانیم، یعنی شیر، فواید زیادی برای شما دارد و از آن می خورید. قرآن خوردن گوشت حیوانات حلال را مجاز دانسته است، پس چرا مسلمانان نباید آن را بخورند؟ بیایید دلایل علمی و منطقی خوردن گوشت را تجزیه و تحلیل کنیم. علم امروز به ما می گوید غذاهای غیر گیاهی یعنی گوشت یک غذای کامل است و سرشار از پروتئین. بدن به امینو اسیدها نیاز دارد. 8 امینو اسید وجود دارد که بدن انسان آنها را تولید نمی کند و آنها از لحاظ امینو اسید ضروری دانسته می شوند برای بدن. بنابراین باید خارج از بدن آن را اخذ کنیم. فقط در گوشت می توانید هر 8 اسید امینه ضروری را پیدا کنید. گوشت یک پروتئین کامل نامیده می شود و هیچ غذای گیاهی وجود ندارد که حاوی تمام اسیدهای امینه ضروری باشد. گوشت سرشار از نیاسین و ویتامین B است و غذای سالمی است. تعداد غیر مسلمانان به ویژه هندوها می گویند چرا مسلمانان گوشت می خورند؟ هندی ها علاوه بر هند در تمام نقاط جهان حضور دارند. هند 20% از جمعیت جهان را تشکیل می دهد. شما به هر جای دنیا اگر بروید، امریکا، کانادا، انگلستان، دبی، آنجا هندی ها موجود هستند. بنابراین این به یک سوال رایج در سراسر جهان تبدیل شده است. من با آنها می گویم اگر دندان مصنوعی حیوانات گیاهخوار، گاو، گوسفند را که فقط گیاه می خورند تجزیه و تحلیل کنیم، اگر دندان های مصنوعی آنها را ببینیم، دندان هایشان صاف هستند و با آنها دندان های مصنوعی چمنی می گویند. اگر دندان های مصنوعی حیوانات گوشت خور، شیر، ببر و پلنگ و غیره را تجزیه و تحلیل کنیم، متوجه می شویم که آنها دارای دندان های مصنوعی نقدیس هستند و چند مجموعه از دندان های نشدار را دارند. اگر به یک انسان نگاه کنید و ساختار دندان های انسان را مشاهده کنید، دندان های صاف و چندین دندان کشیده را خواهید دید. اگر خداوند متعال می خواهد که ما فقط از گیاه بخوریم، چرا با ما دندان نشدار داده است؟ حتی بیشتر از آن، اگر دستگاه گوارشی را تجزیه و تحلیل کنیم، دستگاه گوارشی حیوانات گیاهخوار، گاو و گوسفند و غیره فقط می توانند گیاه را هضم کنند. اگر گوشت بخورند، نمی توانند آن را هضم کنند. و اگر سیستم گوارشی گوشت خوران ببر، پلنگ را تجزیه و تحلیل کنیم، شیر فقط می تواند گوشت را هضم کند، نمی تواند گیاه را هضم کند. اما دستگاه گوارشی انسان می تواند هضم غذای گیاهی و همچنین گوشت را داشته باشد. اگر الله متعال می خواهد تنها گیاه را بخوریم، چرا با ما دستگاه گوارشی داده است؟ می تواند حتی گوشت را هضم کند. بنابراین طبیعی است که گوشت بخوریم. ما روده های بزرگ و کوچک داریم که غذا را می تواند هضم کند.